وطن یعنی زلال چشمه پاک، وطن یعنی درخت ریشه در خاک. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد الله متعال و عرض سلام خدمت تک تک شما بیننده خوب تلویزیون اصلاح، از برنامه آب و خاک در خدمت شما عزیزان هستیم. این بار آمدیم به یکی از قریه های زیبای ولسوالی گذره، قریه زیبای دانش‌آباد، و میخواییم که برنامه آب و خاک از این روستای زیبا تقدیم حضور شما کنیم. البته فصل سرمای زمستان رو فراموش نکنیم که این فصل سرما برای ما نویدی هست انشالله برای بهار پیش رو و انشالله تابستانی که باز انواع میوه ها را از همین روستا انشالله نوشیجان کنیم. هم میروم این برنامه رو با هم ببینیم. خب بیننده گرامی، در جمع مهربانان قریه زیبای دانش‌آباد ولسوالی گذره قرار گرفتیم، جمعی از موی سفیدان، بزرگان، نوجوانان، جوانان. تشکری میکنم از عزیزان که در محور ما جمع شدن در کنار جناب مجلس مصطفی رحیمی، مسئول این روستا و رئیس شورای این روستا هستم، و میخوایم که معلومات مختصری درباره قریه زیبای دانش‌آباد داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشریف آوری شما دوستان از تلمیزین اصلاح که در اینجا زحمت کشیدین و اینچین روز آمدین، اول خوش آمدید میگم، خیر مقدم میگم، خداوند جل جلاله شما حفظ کنه، و تشکری میکنیم که شما آمدیم از ما مردم احوال گرفتیم و مشکلات و چالش ها و خوبی های غیره ببینیم. قریه دانش‌آباد سالی 84 تأسیس شده به نام قریه دانش‌آباد، قبلا قریه نبوده و مردم از یک هسته کلن بیجا شده از ولایت مختلف، ولایت فرا و قور و حتی از هرات و بایخس و از این ولایت هستن، و این قریه طرف شمال از این قریه چیز از چاره دیزه و قسلنبار است، و طرف جنوب از این منزل خجاسته، طرف افصاب از این بلنداب است، و طرف قبله اعظم قریه سنوگر است. بسیار علی. بیننده گرامی، یک طی چند سال یک دشت تبدیل به یک روستا و محل زندگی کردن عزیزانی که در چهار اطراف ما هستن، و این بگین که چی شد دانش‌آباد گذاشتن اسم این قریه؟ به خاطر دو نکته بود. یکی که در این قریه اکثریت از علمای ما بیش از 30-35 تا از مولای سوا در این قریه زندگی میکنن و سرا دارن، به همین نسبتا و دیگه مردمی هم که هستن اکثریت از اینا باسواد هستن، به همین سبب که دیدیم همه علی سواد و علی چیزی هستن دیر به نام دانش‌آباد اسمه کرد. خیلی خوب، انشالله که همچنان دانش‌آباد بمانه و از اینجاگاه دانشورای خوبی تقدیم جامعه بشه انشالله. میریم جاهای مختلف قریه با هم میبینیم. خب بیننده گرامی، در کنار مولوی صاحب عبدالعظیم یوسفی، استاد مدرسه و استاد مکتب همین روستای زیبا هستم، و میخوایم که بیشتر در محوریت معارف در ابتدا صحبت داشته باشند. جناب استاد، چگونه است وضع دانش آموزان و استادان قریه شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. اولتر از همه تشریف آوری شما دوستان در این قریه زیبای دانش‌آباد که از طریق شبکه اصلاح تشریف آوردین خیر مقدم عرض میکنیم. الحمدلله، همین گونه که از نام یا معلومه به نام دانش، ما به همین منطقه دو تا لیسه داریم، یک لیسه ذکور داریم، یک لیسه نسوان داریم و یک مدرسه علوم دینی داریم. ماشاءالله. و نهایت مردم ما علاقمند به این مسائل موضوع معارف هستند، حتی فلان ما کمبودی جای نسبت به
پیش آمد مردم، اطفال مردم، به ارتباط مسائل شاگردا، حتی ما به این دو تا لیسه هم که داریم ما مشکل داریم. خودم به صفت مسئول یکی از کلسترها در تاریخ 90 تا 91 در حدود 1,32,000 دلار یک پروژه گرفتیم از طریق برنامه امنیت به ارتباط مسائل امنی خیریه. اولین اقدام مهمی شد که ما یک مکتبی بسازیم، مکتب دخترانه به دو طبقه تقریبا 17 صنف داره و پشت سر یو برنامه تشویقی به خاطر فعالیت یو به ما آمد 1,10,000 دلار که او دو شبکه آبرسانی که در حدود 4,700 فامیل از این مستفید شد که الحمدلله او رو به ما تشویقی دادن دونرها که فضل خدا فلان وضعیت معارف در این منطقه بسیار خوبه، مردم علاقمندن، حتی مردم حاضر به این که اگه کورس‌های سواد آموزی ایجاد شد زنهای کلانسال که اونا در مکتب رفته نمیتونن، حتی مردای مستفید هم حتی حاضرن که بیاین درس بخونن و چیزی بیاموزن. فضل خدا وضعیت معارف خیلی نیست. وقتی که دانش آباد باشه دیگه همگی دانشوار الحمدلله. بسیار علی، خیلی خوشحال شدم جناب استاد. طوری که معلوم شد و گفتین اقوام مختلف در اینجا جمع شدن زندگی میکنه، یعنی از مناطق مختلف افغانستان، میشه که توضیحات بدین که چقدر هستین، کیا هستین در اینجا؟ الحمدلله ما میتونیم غیره دانش آباد اونم یک افغانستان کوچک نامگذاری کنیم، به خاطر از اینکه ما فلان شامل سه ولایت و از 5 ولسوالی ما فلان در اینجا اقوام مختلفی برادروار همین جگاه زندگی میکنیم. الحمدلله تقریبا نفوس خیریه ما به همین لحظه که قبلا جناب رحیمی صاحب گفتن از 84 تاسیس خیریه ما شده، ما تقریبا در حدود 1,780 نفوس در این خیریه زندگی میکنیم که در حدود 337 فامیل ما فلان الحمدلله در این جگاه زندگی میکنیم که فضل خدا هم همسایه از یک دیگر راضیه و برادروار در اینجا زندگی. خیلی عالی. و هیچ کس هم مهاجرت نکرده از خیریه؟ چون بعضی جا میرن میگن رفتن به شهر، رفتن و کجا و فلان، شما برعکس این جذب میکنید. ما الحمدلله با این که نام قریه همه که اثرگذار شده، هر کدوم از منطقه خود خود مقابل طایفه داشتیم نسبت به هموز زندگی که ما در این جگاه کردیم، همه علاقمند شده آمدن در این جگاه با پالی مازم. ما اول بسیار محدود بودیم، زمان اول تاسیس شروع ما 27 فامیل بودیم، ولیکن فلان 337 فامیل شد. ماشاءالله خیلی نمی بوده نظر نیک مردم بوده راجع به مثال موجود. جناب استاد خیلی تعریف نکنین که ما آقای کاظمی هم میایم اینجا بخیر بیا خدا زندگی کنیم. آقای کاظمی میتونم ادامه بدم یک صحبت دیگه با یک دقیقه؟ جناب استاد خود شما از کدام منطقه؟ خود من اصلیت از ورسولی فرسی قریه ما به نام تیلک یاد میشه، تقریبا مدت میشه که در اینجا مدام زندگی میکنم. خب رسم رسومات ورسولی شما چگونه هست؟ رسم رسومات ورسولی ما دیگه با همون رسم رسوم آبا و اجداد که بوده، راجع به مسائل موضوع عقد ازدواج بوده، راجع به مسائل موضوع جنازه و تکفین و تجهیزا بوده، راجع به مسائل موضوع اصلاحات ذات البینی، مسائل قومی ها بوده دیگه، همین چیزی که از مسابق از پدران ما به ما میراث مانده. یعنی انتقال دادیم به اینجا با یک اعضای که فرهنگ ما به همین جگاه فلان همون تو با مو برخورد ما و سلیقه ما. شما چیزی از اون دوستایی که از دیگه ولایت هم میگیرن و برای از اونها تحویل میدین، درست دیگه؟ چیزای مثبتی که ما در اینجا دیدیم حتما اونها رو گرفتیم، چیزای منفی که میدیم اونها رو انداختیم پشت سر، هیچ قبول نکردیم، کوشش کردیم که ان شاء الله جنبه های مثبتشون به خاطر نام غیره خود کوشش میکنیم که در اینجا بسیار عزت باشه، می گونه که نام دانش آباد گذاشتیم الگو باشه که دیگر مردم بعد از اینجا بیاین چیزی انشالله. من یک وعده برای شما بیننده عزیز بدم، البته از جانب خود خود جناب استاد هم که هستن، آقای کاظمی هم که حتما که به ولسوالی زیبای فارسی یک دفعه خود شما میرین انشالله. به خیر قول است که مردم حتما انتظار تشریف آوری شما رو خواهد داشتن که اونجا هم ببینین همو کارکردا و چالش هایی که در ولسوالی فارسی صورت گرفت اینا رو انشالله حتما به چه نشر گذارین که انشالله دوستای ما باز ببینن انشالله زیبایی های کشور خود ببینین و فعلا قریه زیبای دانش آباد ولسوالی گذاره. خب بیننده گرامی، همچنان در روستای زیبای دانش آباد ولسوالی گذره هستیم در کنار یک تن از جوانان این روستا، البته نمیفهمم که جوان پخته دیگه، عبدالغفار جان فیضی در کنار ما هستن. خوب هستین انشالله؟ الحمدلله شکر، سلام زنده باشین. چی مصروفیت دارین در داخل غریه؟ همین تو کاروبار این غریه، بسیار روزی از غریه الحمدلله به شکر خداوند متعال. اینجا چند فامیلی از چند ولایت و چند ولسوالی که اینجا آمده گردی هم جمع شده، الحمدلله از هم دیگر بسیار راضیم، بسیار قریه خوب و
با دانش و چیزی ساختیم الحمدلله. امید به خدایم که در آینده همکاری توانی به ما صورت بگیره که در این منطقه انشالله بتونیم همکاری بکنیم. انشالله. خود شما چی مصروفیت دارین؟ چیکار میکنیم؟ پشت یک متریم. امیدوارم کاروبار متر خیلی خوبه. مسافر میبریم، مسافر میاریم و یعنی خدمت به خلق الله میکنیم. اصلیت از کدوم منطقه؟ از ولایت غور و ولسوالی تیوره هستیم. از ولایت غور و ولسوالی تیوره. خیلی هم دوره فکر کنم. حالا دیگه حتما یک متر برف بعد انداخته باشه. شاید انشالله یک متر برف کرده. امسال هم که الحمدلله سال خوبیه و حتما در اون موقعیت ها دیگه سرما و برف اینا زیاده. زیاده برف زیاد کرده. حالا میدونم الحمدلله برف بارون. زندگی که در اینجا دارین برای شما دلچسب تر یا در نه حتما اینجا دلچسب تر چون که از وضو ولایت غور و جای پیار و بابو و مسکن ما بوده اجرت کردن میمانم اینجا واسطه ازی که اینجا انشالله راحت تریم عالم های خوبی داریم مردم های خوبی داریم این منطقه محیط که آمده ایم انشالله عزیز زندگی خیلی راضی هنوز هم هستن از باستگان شما در هستن ها به ولسوالی ما خونو خواهم نحمده اینجا ما یک تعدادی آمدیم واسطه ازی که غیریه ایم بسیار به نام دانش و دانش آباد که نم کردیم از واسطه که بسیار یک مردم دانشمند و خوبی داریم الحمدلله علماء خوبی داریم بسیار یک مکتب های خوبی داریم همینجا کودک های ما بسیار یک زندگی راحت و سده داریم بسیار عالی چی ارتباطات دارین با همدگر یعنی با موسفیدان روستا با جوانان با اطفالی که تازه به اصطلاح در روی زمین تازه را میرن بسیار یک نیکی داریم انشالله بسیار یک زندگی نیکی داریم از علما از این صفات که ما اینجا داریم الحمدلله با هم بسیار با وابسته شدیم همگی ما یکیم تا 350 فامیل اینجا زندگی میکنیم بیننده گرامی من جذب مهربانان این روستا شدم ماشاءالله از هر طوری که گفتن از هر منطقه افغانستان در اینجا زندگی میکنن مثل برادروار یعنی ما در کنار گل احمد جان هستم جوانی که بسیار یک خاطره خوبی هم دارن گل احمد جان تو سکوت کردین ما گفت شما رو گوش میکنم و خب الان ما گوش میکنیم دیگه اینه که اسم گل احمد که اینا معرفی کردن در قبل هم بست کمی بلندتر هم سوای پر انرژی تر گفت زنین دیگه اصلیت از ولسوالی ساغر قریه توتیان هستم خب ولسوالی ساغر ولایت غور ولایت غور بله قریه توتیان تا مدتی شاید 10 سال یا 12 سال میشه که به همین جا آمدیم زندگی میکنیم وقتی که ما آمدیم اینجا تقریبا 100 فامیل بود به همین مدتی که ما آمدیم به همین 7-8 سال این قریه برسیده به 337 فامیل ماشاءالله جالب اینجا که ما خود ما از یعنی پدر ما که خدا بیامرزه کوید که خدا مغفرت کنه ما دو برادر ما از پدر ما صغیر مونده بوده یعنی نه خواهر نه برادر هیچ کسی نداشته این مثلمون از وقتی که ما به این قریه اومدیم همین 337 فامیل جوان ها از اینا ما فکر میکنیم کلن برادر یعنی فکر نمیکنیم یعنی برادریم واقعیت با هم دیگر ماشاءالله احساس ازیر نکردیم که ما کسی نداریم یا قوم نداریم یا همسایه نداریم یا دوستی نداریم همه گیم برادر بری با هم زندگی میکنیم به بزرگای از اینا با هم با ما موی هم و برادر حتی کلا نمیتوی رفت آمد یعنی شما احساس تنهایی به هیچ عنوان دیگه نداره حتی این فرق ما تازه نکردیم که ما از ولسوالی شهرک داریم از ولسوالی تیبره داریم از پرسی به اینجا دوستا داریم از پرچمن داریم از دیگه ولسوالی هایی که شاید نه هیچی اسمایی شد یاد ما نباشه همگی ای احساس نمی کنیم که ما اینجا تنهاییم و ما از کجا هستیم به کجا نیم ماشاءالله به اینجا ما یک قوم یک دست یک پارچه ایم بسیار عالی انشالله که این کلید هست برای اتحاد و یک پارچگی همگی ما افغان ها انشالله که به این اتحاد رسیدیم بیشتر برسیم تا ای که همیشه منسجم باشیم ببینین وقتی که دست به دست هم بدین خود به خود محیط ما آباد میشه ماشاءالله اصلا فکر نمی‌کنین اینجا روستایه اگر 20 سال قبل اینجا می اومدین کلا دشت بوده حالا ماشاءالله به یک شهر تبدیل شده خب غلام جان چی مصروفیت دارین خود ما واقعیت یک چند وقتی خیاطی رفتم و کار میکردم فعلا کاسبی ها خود شما میفهمید که کلا کمی کسله ولی رضی هستیم رضی هستیم خدا رو شکر الحمدلله همیشه رضیم به همین جگا هر کدام ما مردم که آمدیم به همین دروخ سرک که بودیم یک دکگک به خود جور کردیم 5000-2000 هر چی که دیشتی به همین یک دو تا تخمک یا دیگه چیزی آوردیم میفروشیم همون یا معامله میکنیم بعضی از جوانهای ما که هسته
به ایران میرم، بعضی که به می زیادتر از جوانای از غریه ما خوشبختانه موصلم. به به ماشاءالله. دانش آباد دیگه. بله دانش آباد، اینا به همین مسیری که از اینجا تا شهر دورم با وجودی که هسته باز همینا میرم و همین درس و تحصیل خود به داخل چیز پستای شهر رو ادامه میدم. در داخل کوچه های پرمهر قریه زیبای دانش آباد ولسوالی گذره قدم بزنید، اما در اینجا طوری که گفتیم یک بازارچه هم مردم درست کردن که از ابتدا از این قصه بی شروع میکنم. آقای کاظمی پیشتر میایین یا من پیش بیام؟ بیایین. سلام علیکم. سلام علیکم. مونده نباشین، خوب هستین؟ سلامت جان شما جوره؟ سلامتین. چی پای خیر؟ الحمدلله زنده باشین. سلامت باشین. یک قصه بی هم در اینجا هست که گوشت تازه، گوشت گوساله هم ماشاءالله بکشتن که اینا دیگه وار کوفته درست کردن. بله. یه قصه بی کردن هم که سخته، من فکر نکنم بتونم قصه بی کنم. تو باز هم همین ساتول هر میتونم خیلی چوب هم ببرم. خودی کدوم بیشتر شما کار میکنیم؟ بیشتر که استخوندار باشه خب بیشتر با تور نرم میکنیم. باز که استخونی نباشه خلاص شه، باز باشه چوب میکنیم. گوشت لند هم امسال بفروختیم؟ امسال گوشت لند زیاد فروختیم. بله خب ماشاءالله. سال که مست بیایه دیگه دهقان و همه گی دیگه خب امشالله که همسای هم ما رازی میشه همه چیز شو گوشت لند هم میبرن، همه چیز بهشون گوشت تازه تازه میکشن که انشالله ببرن نکنم بخورن. انشالله کیلو چند میفروشین گوشت؟ کیلو 320 روپیه میفروشیم. اینو گوشت چی؟ گوساله. به به بله واقعا امی گوشت دیگه درسته. بله من بیشتر انو میدم. خب یک 5 کیلویی برای آقای کاظمی بود که چنگه باز مرمه هم میمون کنم آقای کاظمی. خب میرین که یک جا دگیرم ببینیم بیاین که سکرم دیگه در اینجی واقعا من احساس میکنم که داخل یکی از نواحی شهر اما به فاصله تقریبا 20 کیلومتری هرات اینجا هم یک دکان هست. صاحب دکان هم نیه. خب ما خود ما میریم دکونداری میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب مامان جان بخیر سلامتین. چی دارین داخل دکان؟ خوب داخل دکان دیلارین تو فاق نمکی و تو چوب دشنامه هر چیزی داره دیگه. خرما هم داره و حتی دور از هم خرما. خرما مسته میشه جان کنی خرما. خیلی عالی انشالله که میشه. داخل یخچال چی داری؟ مرغ هم تل فروشی هم هست و تعمیر کفش و چرخ خیاطی و اینا هم هست. یعنی مشکلات مردم حل. اینجا یک مغازه کوچک دیگه که همین خاروار فروشیه به اصطلاح. همو انواع خوراکی ها و اینا دارن و اینجا هم که سلمانیه. بس سلمانی باید برین دیگه. یک دست به سر صورت ما هم بزنن. سلام علیکم. مونده نباشین. خوب هستین انشاءالله. سلامتین. مجتمع فرهنگی هست که اجرا کننده شورای قریه دانش آباد که ما در همین قریه هستیم. جناب یوسف سه بگین که مجتمع از کی ساخته شده و چی استفاده میشه از این؟ ما به اول مرحله که تاسیس شورای خود کردیم ما دو پروژه پیشنهاد کردیم از جمله ضروریات ما بود. بله. یک مثال موضوع برق رسانی بود که الحمدلله قریه خوب برق آوردیم و مسئله دوم مجتمع جمله ضروریات قریه ما بود. به ارتباط بخش تجبید، بخش از این خانوما اینجا، بخش سواد خیاطی، بخش خیاطی ما فلان همال جوان ها ما همین جگاه فلان همین قشر نسل جوان ما فلان همین جگاه درس میخونن. مراسم های کوچک و خورتر خود ما داخل همین مجتمع میگرفتیم چون ما جای لازم داشتیم که به خاطر جمع شدن، به خاطر حل مشکل غیره خود به همین ارتباط بعد از ساخت اولین پروژه بعد از برق ما پروژه بعدی خود همین مجتمع فرنگیر گرفتیم به خاطر حل مشکل ما. از این چند استفاده میکنیم؟ ما خیلی استفاده از این میکنیم. بله بسیار استفاده. گفتم مراسم دینی مذهبی خود ما ای برگزار میکنیم، قم و شادی خود به ای برگزار میکنیم، بخش درس خواندن اطفال ما در این مرکز آموزشی هم شده. مرکز آموزشی بخش ثبات حیاتی اینجا ما استفاده میکنیم، بخش حرفه ما در اینجا استفاده میکردیم که بعد اگه انشاءالله زمینه مساحت چه پس دواره احیاش که انشاءالله حتما کمک به امرا خانوما صورت گیره که در آینده ما باز هم بتوانیم چون جای محرمیه تا حد انشاءالله ما بتونیم از استفاده انشاءالله.
خب بیننده گرامی، میرین به مسجد جامع بزرگی که در این روستا ساخته شده و این مسجد جامع را هم از نزدیک ببینیم. در کنار جناب مریسی و استاد میرین داخل مسجد جامع غریه. آمدیم در داخل مسجد جامع، واقعا مسجد جامع زیبا و بزرگ ساختن. جناب روین صاحب توضیح بدین که چند سال میشه که شروع به ساخت این مسجد جامع کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد جامع بزرگ قبا قریه دانش آباد مدت یک سال میشه که ساخته شده. بسیار عالی. تمویل کننده از این مسجد کی بوده؟ خود مردم بودن؟ سهم مردم چی اندازه بوده یا از بیرون برای شما همکاری کردن؟ ارتباط مثال موضوع بودجه ازی بخش برنامه کاری ازی خود مردم ما سهم گرفتن، از برنامه تا کارگر ادیور مردم کار کردن و بودجه امکاناتی که بود، مصارف پولی که داشته یک برادر به نام قاری صاحب عبدالصمد قاضی زاده که او هم از همه غیریه از این جوانان پرتلاشه که او بسیار کوشش کرد در طریق مؤسسات خیریه بتونه از افراد خیر همه پول جمع آوری کنه و دسترس همه مردم قرار بده که این مسجد به دو طبق با تمام ملحقات خود ساخته شد. بسیار عالی. من یک چیزی دیدم که قسمت وضوخانه نوشته بود که با کفش داخل نشوید. بله، در اونجا ما زمینه شکل مساعد کردیم که هر کس که داخل میشه کفشای خود بکشه، کفش آماده است به خاطر اینکه داخل وضوخانه ها منظم پاک تمیز بمونه، حداقل صفایی، چون نظافت خانه خدای بعد آدم به بیشتر کوشش کنه که نظافت در ازی وجود داشته باشه. همو فرهنگ ما مردم شده که باید مسجد خود از همه چیز بیشتر باید محافظت کنه. بسیار عالی. در مسجد جامع نمازهای جمعه و نمازهای عیدین هم ادا میشه؟ نمازهای جمعه که ادا میشه، نمازهای عیدین هم دارین در اینجی؟ نه، نماز عید که اصلا به دشت میره. خب تنها ما نماز پنج وقت و نماز جمعه و حلقای درس داریم برای حدود تقریبا 120 نفر شاگرد کنج قدوری هم کتاب های عربی و اطفالی که باز زیر سن هستند و سپارا و اینا رو میخوانند و در اون مجتمعی که شما دیدین در اون مجتمع هست. جای نماز برای خواهران که حتما؟ بله، طبقه پایین که هست برای خواهران است که از اون طرف شمال دروازه داره، ما شما از طرف جنوب داخل شدین او طبقه پایین پرده هم دیدیم که زده او برای کلن راه هم جدایه. هم راه کار هم جداست. بسیار عالی. من تشکری میکنم از تمام مردم این روستا قریه زیبای دانش آباد که دست به دست هم دادن و این روستا رو ساختن و بعد مسجد جامع زیبای با همکاری خود ساختن و خیرینی که برای تکمیل از این پروژه عمرانی و پروژه که میشه گفت صدقه جاریه هست زحمت کشیدن و امداد کردن، کمک کردن. تشکری میکنم و از اینکه بزرگان همچون شما هم برای حفظ و نگهداشت این مسجد تلاش میکنین. ما وقتی که اومدین پدر بزرگ در حال جارو کشیدن داخل مسجد بودن، با جارو برقی کلا فرش اینا رو پاک میکردن. ممنون شما، ان شاء الله که اجر و پاداش شما الله متعال بی شمار بده. بیننده گرامی، در بلندای دریای زیبای دانش آباد ولسوالی گذره قرار داریم در پشت بام مسجد جامع بزرگ این روستا. دو تا گلدسته بسیار زیبا هم هست که تصاویری حتما شما دیدین. اما چیزی که از این روستای زیبا واقعا نصیب ما شد این بوده که اتحاد و اتفاق و همدلی باعث شده که این دشتی که مثلا 25 سال پیش بوده حالا تبدیل به یک روستای بسیار زیبا و با مردمان مهربان بشه. خب از همین بلندا، خیلی بلنده، سرم یک لحظه دور خورد باش کمی طرف استاد، چون از همین بلندا از حضور شما ایزان خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی و آب و خاک بعدی. الله یار و نگهدار شما.